میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز پنجشنبه 14 اسفند است و عرضم به حضور شما که 4 ماه مارس، ساعت هم 9:50 شب به وقت ایران. حتما تعجب میکنید چرا من برای اعلام این مسائل این ورانور نگاه میکنم، برای اینکه انقدر اشتباه اینا رو گفتم وحشت دارم دوباره نگم فوریه، نمیدونم اپریل، اینا رو بذار با دقت بگیم. با وجود اینکه نگاه میکنیم بازم احتمال اینکه اشتباه بکنیم هست. به هر حال ممنون از توجه شما نازنینان. یک موضوع جالب و اون اینه که امروز اونایی که برنامه رو به صورت زنده دنبال میکنن خوش به حالشونه، برای اینکه خبرها رو زودتر دریافت میکنن. متاسفانه فردا به علت مسائلی که هست محرومیم از حضور آقای آلبرت، بنابراین ازش خواهش کردیم که امروز در خدمتش باشیم و این بزرگ هم پذیرفت و در حقیقت مشکل ما رو درک کرد. ازش ممنون و متشکریم. آقا سپاسگزار از همه مهرت و از اینکه پذیرفتی امروز به جای فردا در خدمت شما باشیم. کمک بزرگی به ما کردی، سپاسگزار شما هستم و خوش آمد میگم و سلام میکنم به شما. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان در سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیز، از این لطفی که به من دارین. و در حال یه تغییراتی شد، یه مقداری هم من خودم مشکلات داشتم، ولی خب امروز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که کوالیتی صدا، مقبولیت صدا خوب باشه، چون من تلفن دستی، تلفن همراه دارم صحبت میکنم، چون نمیدونم از امروز صبح تا حالا این در این منطقه که ما هستیم تمام تلفن ها و اینترنت و تمام سیستم قطعه، چون دارن تعمیراتی رو انجام میدن. شما میگین هدیه آقای بایدن، آقای بهبهانی اینم نکنید که هدیه آقای بایدن و دولت دنیا. نه بابا، همه رفقای شما جمع شدن تو واشنگتن برای مراسم تحلیف دوم آقای ترامپ. امروز معتقدن که این مراسم تحلیف در 20 ژانویه غلط بوده. این باید برگرده به سالهای 1930 و دوران بحران اقتصاد و اینها. اون موقع ها تا قبل از اون در 4 مارس این مراسم انجام می شده. بنابراین امروز آقای ترامپ بر می گرده و مراسم تحلیف رو انجام می ده. FBI، سازمان امنیت داخل آمریکا همه گزارش دادن که امروز طرفداران آقای ترامپ برمیگردن در واشنگتن و منتظر میشن تا آقای ترامپ بیاد قسم بخوره و بره به کاخ سفید. شاید علتش این باشه که اینترنت رو قطع کردن، نمیتونم، شاید همه توجه در واشنگتن ممکنه. ولی در هر حال آقای بهبهانی، حالا این صحبت شما میکنین، آقای فکر کنم آقای پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، روز یکشنبه اون مراسم تحلیف دوم خودش رو انجام داد در اون همون کنفرانس سی پک. و خب دیدیم که همونطور که پیش بینی کرده بودیم ایشون حزب دومی رو شروع نخواهد کرد، برای اینکه پی بردن به این مسئله که اگر حزب دومی رو آقای ترامپ یا طرفداران ایشون یا حالا گروهی که طرفداران ایشون هستن بخوان شروع بکنن، شکاف عظیمی در بین حزب جمهوری خواه، رای دهندگان حزب جمهوری خواه، طرفداران حزب جمهوری خواه میده. ایشون آقای پرزیدنت ترامپ، پرزیدنت سابق، این امر رو بهش اشاره کردن. البته خب سخنرانی جالبی بود برای طرفداران آقای ترامپ و من فکر میکنم که حداقل ایشون خودشون رو به عنوان نشان حزب دموکرات برای 4 آینده و کسی که در واقع شاید نمیخوام بگم تصمیم گیرنده، ولی کسی که به عنوان هدایت کننده سیاست ها و پلتفرم فکری جمهوری خواهان هست ارائه بده. من بر این باورم که امروز کسی در حزب جمهوری خواه برای حداقل 4 دیگه که مجدداً انتخابات ریاست جمهوری هست، جز آقای تد کروز و خانم نیکی هیلی،
من کس دیگری رو نمیتونم امروز در حال حاضر، چون ممکنه که فردا شخص دیگری با یک در واقع برداشت های سیاسی بیاد، بله بیاد جلو. بنابراین من برای این باورم که مثلث ترامپ، کروز و نیکی هیلی تصمیم گیرنده خواهد بود. من شخصا، نظر شخصی منه، نظر تحلیلی نیست، نظر شخصی من اینه که خانم نیکی هیلی مناسب ترین شخص در حال حاضر برای کاندید شدن یا برای اینه که رهبری حزب جمهوری خواه رو به دست بگیره داره. در خاتمه اینم میگم که میبینیم که سناتورهای جمهوری خواه در سنای آمریکا مجدداً بعد از همین کنفرانس سی پک دوباره کشتی هاشون با در مسیر آقای پرزیدنت ترامپ داره مسافرت میکنه، با هم همسفر شدن. بنابراین اون شکافی رو که خیلی پیش بینی کرده بودن پیش نخواهد اومد. بفرمایید. آره خب متاسفانه این نشان میده که حزب جمهوری خواه رو به سقوطه به نظر من، و احتمال اینکه در سال آینده انتخابات میان دوره‌ای و دو ساله آمریکا اینها رأی بیارن به نظر من خیلی ضعیفه، و دموکرات ها با توجه به ضعفی هم که دارن خودشون و مشکلاتی که دارن، ولی با همه این اوصاف من فکر میکنم بازم در سال آینده انتخابات رو جمهوری خواه واگذار کنن به دموکرات ها، به خاطر اینکه خب اینا خیلی سیگزاگ زدن. یکی از نکات جالب این مراسم سی پک این بودش که 15 کمیته یا کارگاه، ورکشاپ وجود داشت که همه این 15 تا هیچ کدومشون مربوط به این نبود که بررسی کنیم که چرا ما در انتخابات پیروز نشدیم. همه 15 کمیته بر این بودش که ما پیروز شدیم، اونا تقلب کردن و دادگاه ها حاضر نشدن که وارد بشن و نظر بدن. چرا دادگاه ها در آمریکا به نظر شما حاضر نشدن وارد بشن؟ چرا این دادگاه هایی که آقای ترامپ در حقیقت بیشترین تعداد وکیل رو یا که بهشون میگن در حقیقت جاج، این جاجا رو اون انتخاب کرد، چرا پس جاستیس در حقیقت، نه جاج، بهشون میگن جاستیس، چرا این تعداد جاستیسی رو که انتخاب کرد که بالاترین مقام قضایی کشوره، با همه اوصاف با آقای ترامپ رأی ندادن و پشت کردن؟ دلیلش چی بود؟ از قبل که من راجع به دادگاه ها صحبت بکنم، حرف آقای ترامپ بود دیگه. بله، در رابطه با نکته که شما گفتین که در انتخابات میان دوره جمهوری خواه انتخابات رو واگذار خواهند، بعد نکته رو برای شما نقطه نظر دید شهروندان آمریکا بگم. ما در آمریکا چیزی رو داریم به عنوان checks and balances، یعنی اینکه کانستیتوشن آمریکا، قانون اساسی آمریکا این قدرت رو به مردم داده، و به خاطر سیستمی که در داخل آمریکا هست که 50 ایالت و 50 تا در واقع انتخابات هست، این سیستم همیشه شهروندان آمریکایی برای اینکه دولتی رو که در حال حکومت هست مجبور بکنن که خدمات بیشتری برای ملت انجام بده، معمولا یکی از این مجلسین، یعنی یا مجلس سنا یا مجلس نمایندگان رو برخلاف دولتی که در حکومت هست رأی میدن. و این سیستمی بوده که همیشه در تمام زمامداری های رؤسای جمهوری معاصر آمریکا این مسئله افتاده، و اون دید و برداشت در واقع شهروندان آمریکاست. بنابراین این بحث در واقع امروز جایی نداره، برای اینکه ما در یک زمان کووید 19 و مسائل اقتصادی و مسائلی که آقای بایدن حالا تونستن تا گفتن تا ماه می انقدر ما واکسن خواهیم آورد که همه واکسینه بشن، همه این مسائل نشانگر یک چیز هست، یک نکته هست، و اون اینه که هنوز زمان عادی برای آمریکا بر نگشته، هنوز زمان نرمالی که ماه فوریه 2020 بود به آمریکا بر نگشته. بنابراین چنین پیشبینی های قدری به نظر من، حالا به قول خود شما، عجولانه هست، اما اجازه بدید که این اعتبار رو به شهروندان آمریکا بدیم که حداقل اونها
قانون اساسی و دید کشوری خودشون رو بیشتر دارن. و فراموش هم نکنید آقای بهبهانی، مسئله انتقام و مسئله این که چه اتفاقی در 2020 افتاد و تغییرات رو دست کم نگیرید و به نظر من این مسئله پیش خواهد اومد. اما چرا دادگاه ها به مسئله شکایت های آقای پرزیدنت بایدن بخشید آقای پرزیدنت ترامپ گوش نکردن؟ من فکر میکنم که هر دادگاهی بر اساس موازین قانونی، بر اساس قدرت قانونی و بر اساس قانونی که در دسترس داره به مسائل رسیدگی میکنه. و یک قاضی یا جاستیسز به قول شما، یک قاضی که در هر مسندی نشسته، چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال که تمام اون شکایت ها به دادگاه های فدرال برده شده بود، به نظر اون دادگاه ها، به نظر اون قضات، به نظر جاستیس هایی که در کار بودن، هیچ نکته قانونی نبود که اونها بخوان به این پرونده ها رسیدگی بکنن. من بازم تکرار میکنم، در هر انتخاباتی قدری تقلب و نادرستی، کار نادرست انجام میشه، ولی مسئله اینه که وقتی 155 میلیون رای دادن و یک رئیس جمهور که آقای بایدن بود با قریب 8 میلیون برتری این آرا رو برده، بنابراین من فکر نمی کنم حالا اگر 100 هزار نفرم این ور اون ور شده بود تأثیری میذاره. البته اون بحث در کنارش هست که میتونه ایالت ها رو برگردونه و و و و و دیدیم که نواری که آقای ترامپ بیرون اومده بود که به در واقع یکی از نمایندگان ایالت جورجیا میگفتن که ما 11250 تا رأی میخوایم، اینو باید پیدا بکنید. به نظر من اتفاقی که افتاد، من چون ارزش زیادی برای سیستم در واقع قانونی آمریکا و انتخاباتی آمریکا قائل هستم و فکر میکنم بعد از 37-8 سال زندگی کردن در این مملکت آشنایی با قوانین و برداشت شهروندان دارم، به نظر من اتفاقی نیفتاد که قضات بخوان سیستم آمریکا رو به هم بزنن. ما در سال 1963 همین مسائل رو داشتیم در مسئله انتخابات نیکسون و کندی، ما در سال 2000 همین مسائل رو داشتیم، ولی ما نمیتونیم بیایم یک سیستمی رو که چندین و چند سال پیش، 60 سال پیش درست شده و در این طول این 260 سال حداقل به تکامل امروزی رسیده، زیر پا بذاریم برای اینکه ما میخوایم یه شخص دیگری رو مثل آقای بایدن بیاد رئیس جمهور بشه یا آقای ترامپ رو شکست بدیم. مسئله این بود که شهروندان آمریکایی رأی دادن و ممکنه قدر دستکاری در این رأی ها شده باشه، اما اون تعدادی نبوده که برگره. بنابراین قضات و قاضی همیشه نگاه میکنه به مسئله و به اون فاوندیشن و اون اصولی که اون شکایت نامه داره ارائه میشه. بنابراین جایی نبوده براشون و به نظر من قضات درست عمل کردن و آقای ترامپ در این انتخابات شکست خوردن و آقای بایدن به نظر من پیروز درستی بوده و اون رأی آورده و اون شمارش ها انجام شده. بقیه این داستان آقای بهبهانی تاریخه، صفحات تاریخ. خبری که امروز هست، خبر چک نویس تاریخه. هر خبری که پیش میاد و اتفاق میافته پیشنویس تاریخه. بقیه این داستان آقای بهبهانی برای تاریخه. بفرمایید. بسیار ممنون. بریم صحبت کووید کردی و اینکه خب ما شاهد بودیم که فلوریدا، فرماندار فلوریدا که بالاترین مقام هر ایالت هست، پادشاه اون ایالت، رئیس جمهور اون ایالت، هر چی اسمش هست، از اول شهر رو باز گذاشت و اصلا اهمیتی نداد به قضیه، گفت بازه، همه چی سر جاشون باشه. و خب تلفات زیادی هم دادن، ولی همه جا رعایت کردن، تعطیل کردن و گفتن ماسک بزنید، اجباری کردن در بعضی از ایالات ماسک زدن رو. الان در کالیفرنیا این قانون ماسک زدن اجباری است و در محیط‌های عمومی باید ماسک بزنی. ولی شاهد بودیم که ناگهان ایالت تگزاس و بعد هم میسیسیپی دوتایی گفتن که ما ماسک نمیزنیم و اصلا فرماندار تگزاس اعلام کرد که همه بیزنس‌ها 100% برگردن به شرایط پیش از کرونا. این لجبازی برای چیه آقای آلبرت به نظره؟
خب البته اون ایالتی که شما اشاره کردین فراموش نکنم که ایالتهایی هستن که جمهوری خواه رای دادن. من دلیل اولش رو اینطور میتونم عنوان بکنم، ولی دلیل دوم که به نظر من خیلی مهمتره اینه که سیستم قانونی آمریکا که این 50 تا ایالت رو به هم دیگه در واقع زیر یک قانون فدرال چسبونده و به هم دوخته، میگه که ایالت ها در تصمیم گیری های داخلی خودشان آزادی کامل رو دارند. شما هر جوری که میخوان این کلمه رو معنی بکنید و یعنی بکنید به یک جا ختم میشه و اون اینه که اگر یک ایالت فرمانداری رو انتخاب کرده، خب بعد در کالیفرنیا میبینیم که این آقای نیوسوم خب دارن بر میدارن، حالا 1.5 میلیون رای بوده تا حالا 2 میلیون رای آوردن و ایشون به نظرم برداشته خواهد شد، کنار برکنار خواهد شد. در زمانی که اهالی شهروندان اون ایالت فرماندار انتخاب میکنن، فرماندار یعنی رئیس جمهور اون ایالت، اون فرماندار تصمیم میگیره چه غلط چه درست. من مخالف این کار هستم. کاری که در تگزاس انجام شده، کاری که در فلوریدا انجام شده، به نظر من کار غلطیه، برای اینکه این شهروندان از این ایالت به اون ایالت میرن، جاهای دیگه سفر میکنن و ما هنوز از مسئله کووید 19 نیومدیم بیرون. من با این مسئله کاملا مخالفم، ولی فرمانداران ایالت ها رؤسای جمهوری هستن و قانون فدرال آمریکا به هیچ وجه نمیتونه در مسائل داخلی ایالتی آمریکا دخالت بکنه. قانون فدرال آمریکا ایالت ها رو از نقطه نظر تصمیم گیری های خارجی و تصمیم گیری های سیاست خارجی و تصمیم گیری های بودجه‌ای بین ایالتی و بقیه میتونه نظر بده، ولی اگر که قانونی در داخل سنای آمریکا وضع میشد که ماسک زدن و این مسائل برای تمام ایالت ها اجباری بود، بعد از اون میتونستن اون فرماندار رو مورد توبیخ قرار بدن یا اینکه ایالت رو جریمه بکنن نسبت به اینکه ما جلوی کمک های فدرال رو میگیریم چون که شما قوانین فدرال رو زیر پا گذاشتید. بنابراین این مسئله ربط داره به اهالی و شهروندان هر ایالت و اگر که این آقایی که از طرف شهروندان، این شخصی که به عنوان فرماندار انتخاب شده، اون تصمیم رو گرفته، نماینده اون ایالت این تصمیم رو گرفته، اشتباه یا غلطش رو ما میتونیم ساعتا بحث بکنیم. از نظر من غلطه، ما هنوز در زیر مسئله کووید هستیم. من در دو یا سه برنامه قبلم توضیح رو دادم، مسئله ماسک 21 در سال 2021 حل نخواهد شد، مسئله ماسک در سال 2022 هم خواهد بود، بعد از اون شاید، بعد از اون شاید، چون امروز هنوز ما داریم صحبت میکنیم از حالا دو شات رو میزنیم، چه فایزر باشه چه مدرنا، خب حالا میگن یه شات دیگه میخوایم بزنیم. اونم حالا یه بازیایی که این شرکت‌های دارویی به قول یکی از دوستان میگفت ماسک مجانی نمیدن اما واکسن مجانی میزنن. خب اینا همه یه سری سیاست‌هایی که داره انجام میشه و نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی ایالت‌ها در تصمیم گیری داخلی نسبت به شهروندان خودشون قدرت تام رو دارن و هیچ تخطی از نقطه نظر قوانین فدرال آمریکا نکردن. بفهم نکته جالبی بود راست میگه. خب این رفیق شما هرکی هست سلام ما رو بهش برسن. راست میگه چرا ماسک رو مجانی نمیدن اما واکسن رو مجانی میدن؟ خیلی عجیب و غریبه. خب یکی از طرفداران این برنامه هم هست، گوش میکنم. سلام ما رو بهش برسن. به ارزم به حضورت که همین ماجرا رو اجازه بده بریم به سمت بیرون و این سیاست ها رو که داریم دنبال میکنیم. خب من فهم میکنم یک موضوع دیگهی که این ماجرای تگزاس به ما نشون میده شرایط اقتصادیه. وقتی که فرماندار فریاد میزنه که 100% بیزنس ها برگردن، خب این نشون میده که وضع اقتصاد خوب نیست، واقعا بیزنس ها همه لنگ میزنن. درسته که ما تو خیابون الان ماشین رو دوباره میبینیم، آدم ها رو میبینیم، ترافیک دوباره شروع شده، ولی اساساً بیزنس اون جونی رو که قبل از یعنی کووید داشت سال 2019 داره الان دیگه نداره. فکر نمی کنید دلیل مهمش همین بحث اقتصاد باشه؟ مسئله اقتصادی بدون شک در رده اول قرار داره و حالا
شما اشاره کردین به دو تا ایالت که من فکر میکنم بیشتر از دو تا ایالت هستند، و در واقع اگر تگزاس رو بخوایم یا فلوریدا رو بخوایم به میون بکشیم، به خصوص ایالت فلوریدا که در واقع اکثر شاید درآمدهای دو یا سه منطقه ایالت فلوریدا از شهروندان دیگر آمریکا باشه که حالا یا به اونجا برای تفریح میرن یا به اونجا مثل شهروندان نیویورکی که اکثر سرمایه‌داران نیویورک و شهروندان نیویورک در فلوریدا هم منازل یا جاهایی رو دارن که برای زندگی میرن. بنابراین اگر ما همه رو جمع بندی بکنیم ببینیم که بله مسئله اقتصادی اولویت داره و فرمانی که این فرماندارا صادر کردن به نظر من مسئله‌ای رو که دارن میبینن که حداقل من و شما از اون اطلاعات اقتصادی امروز در دستمون نیست به طور کامل، میتونن ببینن که فروپاشی اقتصادی بسیار بسیار مسئله جدیه و اینا باید جدی این مسئله رو بگیرن. شما توجه بفرمایید آقای بهبهانی که خیلی از مشاغل دیگه نمیتونن برگردن سر کار خودشون و بزرگتر از همه این مشاغل که از این کارها کنار میرن و حذف میشن، اجازه بدید که یک مسئله مهمتر رو صحبت بکنیم و مسئله شهرها و ایالتها هستند که از دریافت مالیاتها، حالا مثل سیلز تکس و بقیه مالیاتها به خاطر بسته شدن اقتصادی از دست دادن. منظورم اینه که شما اگر در یک هتل میرید، چه هتل شبی 100 دلار باشه چه شبی 500 دلار باشه، در داخل کالیفرنیا به طور مثال 20% از این پول برای تکس به ایالت کالیفرنیا به اون شهر پرداخت میشه که در واقع قسمتی از اونم به ایالت کالیفرنیا خواهد رفت. بنابراین دریافت نکردن این مسائل مالیاتی برای شهرها و ایالتها بسیار بسیار دردناکه، اما به خاطر اینکه شهرها و ایالتها روی سیستم کردیت و قرض از بانک کار میکنن، خب همیشه اون چکا رو مینویسن و میدن به کارمندان و کارمندان دولت پولشون میگیرن میرن، منظورم کارمندان شهری و ایالتیه. بنابراین کسی مسئله رو احساس نمی‌کنه مگر اینکه در آخر سال که میان بودجه رو تعیین بکنن، ببینن اگه قرار بوده به طور مثال 1 دلار دریافت بکنن و مثلا 90 سنت این رو خرج بکنن، اینها 50 سنت دریافت کردن ولی خرجشون همون 90 سنت مونده. بنابراین این به این میگن دفیسیت، یعنی کمبود بودجه پیش میاد و این مسئله بسیار بسیار دردناکه. بنابراین من فرماندار تگزاس، فلوریدا، میسیسیپی و بقیه رو اصلا مقصر نمیدونم. اونها جایی قرار دارن آقای بهبهانی که شهروندان میگن که آقا اگر شما میتونی کاری بکنی برای این ایالت که درست بشه، منظورم باز کردن اقتصاد، خب انجام بدین. امروز در خود همین ایالت کالیفرنیا کانتی هایی هستن، مناطقی هستن که از اول ماه جون به طور کل مسائل ماسک رو، حالا من نمیخوام بگم کنار میذارن، ولی باز شدن رستوران ها، باز شدن سینما ها، باز شدن محلهای ورزشی برای ورزش، حالا چه بسکتبال باشه، فوتبال باشه، هاکی باشه، بیسبال باشه یا هر ورزش دیگه که باشه، دارن با مراعات سوشال دیستنسینگ، فاصله گیری اجتماعی و مثلا انجام میدن. همه اینها نشانگر یک مسئله است که وضع اقتصادی آمریکا و دنیا اگر باز نکنند میتونه بدتر از این بشه. ما 500 هزار نفر یا کمی بیشتر در آمریکا جان خودشون رو بر طبق اطلاعاتی که دارن به ما میدن، من این رقم رو کاملا قبول ندارم، ولی بر طبق این اطلاعات میگن 500 هزار نفر جانشون رو از دست دادن. خب من فکر میکنم که این خیلی دردناکه، ولی در کنار همین مسئله ما باید به این نقطه توجه بکنیم که زندگی خیلی از شهروندان، آینده خیلی از شهروندان آمریکا و دنیا به خاطر همین مسئله کاملا از دست داده شده، از دست خواهد رفت و اونا دیگه شانس برگشت به اون کار رو ندارن. و اگر امروز یک سال از زندگی ما، از این زندگی کوتاه شهروندان کره خاکی حذف شد، ما نفهمیدیم 2020 چی شد، همه در فکر بودن که خودشون رو تنظیم بکنن یا به قول معروف ریکریت بکنن، گفتیم چه اتفاقی افتاده اینجا، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد ولی گذشت. امروز ما به اینجا رسیدیم، این اقتصاد باید باز بشه. آقای فرماندار کالیفرنیا کاملا دارن اشتباه میکنن، این شهردار لس آنجلس کاملا در اشتباه، اینها نمیتونن مردم رو در خونه نگه دارن. من پارسال در برنامه‌ای که راجع به کووید صحبت کردم گفتم اتفاقاتی که برای انسان‌ها میفته. بنابراین من بر این باورم که فرمانداران تگزاس و فلوریدا و بقیه ایالت‌ها
کاملا درست بوده از نقطه نظر ماسک و اون فاصله گیری اجتماعی اشتباهه. اگر میخواین کارها رو باز بکنین، اجازه بدین که آدم‌ها وارد اون رستوران‌ها بشن با ماسک، حالا سر میز شام بشینن، شامشون رو بخورن، بعد ماسک بزنن برن بیرون. اگر همین مسئله باعث گسترش بیماری کرونا میشه، ریسکش با اون آدم هاست. هر کسی باید مسئول حفظ جان خودش باشه. ولی مسئله اقتصادی، من فکر میکنم که امروز توان ایالت ها رو و توان در واقع نگاه اونها رو به آینده اقتصادی با در نظر گرفتن ضررهایی که از دریافت نکردن مالیات ها، چه از حالا فروش مغازه ها، چه از فروش مغازه های زنجیری، چه از فروشگاه های بزرگ، چه از پولی که یک نفر برای یک مسابقه ورزشی خرج میکرده، سینماها و کنسرت ها و جاهایی که میرن کلاس های ببخشید باشگاه های ورزشی. بنابراین مسائل خیلی زیاده و خسارت اقتصادی بسیار بسیار بیشتر از اونه که آقای بایدن بتونه با 1.9 تریلیون دلار مسئله رو حل بکنه. و این مسئله حل نخواهد شد و این مسئله اقتصادی متاسفانه در سال 2021 و 2022 گریبانگیر همه کشورهای دنیا خواهد بود. بفرمایید. واقعا درسته، یعنی هر چی نگاه میکنیم میبینیم که سال 20 حتی ترامپ یه حرفش درست بود در مورد این رستوران ها، میگفت چه فرق میکنه که این بره تو این اتاقه بشینه یا شما اومدین تو حیات تو خیابون یه اتاق پلاستیکی درست کردین دورشو پلاستیک کشتین، میگین آقا برو این تو بشین. خب این همون اینو از دموکرات ها بپرسید آقای بهبهانی، یه زنگ بزنید به این گاورنر و شهردار ما بگید که چرا. واقعا مسخره است. من هر جا نگاه میکنم جلو این رستوران ها، البته اونایی که امکانشو داشتن، یعنی مثلا شرایط مغازهشون یه مدلی بوده که مثلا پارکینگ بزرگی جلوش بوده، باغ و بوستانی جلوش بوده، آره این تونسته این کار رو بکنه. ولی اون که فرض کن که توی خیابون تنگ دانتاونه که نمیتونه جلوی مغازش از اینا بزنه که تکلیف اونا چیه، بالاخره اونا چه بلایی به سرش. و درست میگی، خیلی مثلا همین بحث چی بود، باشگاه های ورزشی که اشاره کردی، خب اینا در آمریکا الان در همه دنیا در حقیقت خیلی بابه و اینا کارمندای زیادی دارن و همه اینا بیکارن الان و اون مؤسسه مجبور این آدماشو نگه داره یه جوری حفظ کنه تا ببینه که چی، ولی تا کجا میتونه با قرض و قوله این رو ادامه بده. و خیلی شرایط بدیه، من یه سقوط بزرگی رو جلوی رو میبینم. بذارید اینو بریم به سمت ماجراهای دیگه. و امروز اروپایی‌ها اعلام کردن که حاضر نیستن علیه ایران قطعنامه صادر کنن و مدیر کل آژانس اتمی دوباره میخواد بره به ایران. چرا این اتفاق میفته؟ چیه؟ چرا نمیکنن این کارا؟ آیا اینم در پیوند با همین مسئله اقتصاده؟ چی میبینی صحنه رو؟ این همه امتیاز به جمهوری اسلامی از چه باب است؟ در واقع این رو باید گفت چانه زدنی آمریکا و ایران. و در واقع امروز دولت‌های اروپایی که سکوت کامل از آلمان هست، حالا شاید به خاطر اینه که خانم مرکل میدونه که دیگه نمیخواد در مقام نخست وزیری باقی بمونه و میگه دیگه این مشکل من نیست. و امروز میتونیم ببینیم که خب آقای مکرون خودشون رو به عنوان رهبر مذاکرات با ایران دارن نشون میدن و باید نگاه کرد که چرا واقعا این چانه زدنی ها. چرا شما اشاره کردیم به مسائلی که مدیر آژانس بین‌المللی اتمی میخواد بره مجددا به تهران. من فکر میکنم که باید یه نگاه خیلی تحلیلی به این داشته باشیم که چرا واقعا با همه امتیازاتی که دولت ایالات متحده آمریکا به یا واشنگتن به تهران داده، چرا هنوز مسئله صورت نگرفته؟ آیا این خواست اتاق فکری تهران و جمهوری اسلامی نبود که ریاست جمهوری در آمریکا عوض بشه، رئیس جمهوری در آمریکا عوض بشه و کسی که در واقع طرفدار و دوستدار جمهوری اسلامی هست، که دموکرات ها میدونیم طرفدار و دوستدار جمهوری اسلامی هستن و بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران بودن.
ولی من اشاره میکنم به یک مسئله و اون اینجا اینه که این تاکتیک تهران که از اروپا داره پشتیبانی میشه میخواد موقعیت مذاکرات رو به جهتی بکشه که امتیازات بیشتری رو بگیره. به نظر من هم تهران و هم پایتخت‌های اروپایی جو بایدن رو رئیس جمهور ضعیفی حساب میکنن، به خصوص تهران، به خصوص اتاق فکری تهران جو بایدن رو خیلی ضعیف حساب میکنه و احساس میکنن هم اروپا هم ایران در مورد برجام بایدن آسیب پذیره. چرا آسیب پذیره؟ برای اینکه شما اگر به گفته های زمان انتخاباتی آقای بایدن گوش بکنید، ایشون گفتن که خروج از برجام اشتباه بوده و من در اولین فرصت این رو تصحیح میکنم. خب من در اینجا فکر میکنم که اگر این برجام بخواد دوباره زنده بشه و با یک قرارداد جدید، یک نسخه جدید بیاد جایگزین این بشه، تهران این مسئله رو خوب درک کرده و میدونه که تا اونجایی که بتونه مشکل سازی بکنه تا امتیازات بیشتری رو بگیره. اگر صحبت ها رو بخوایم دقیق نگاه بکنیم که اینها میگن ما حاضریم، آمریکا داره میگه ما حاضریم برگردیم پای مذاکرات، تهران میگه تحریمات رو برداریم، آیا تهران داره اولویت خودش رو نشون میده؟ من فکر میکنم در هر مذاکره آقای بهبهانی یکی از بهترین راه های مذاکره کردن اینه که شما همیشه قدری غیر منطقی باشید، چون مذاکره کنندگان همیشه منطقی رو دارن. منظورم اینه که کشورهای اروپایی و آمریکا و پنج به اضافه، البته من چین و روسیه رو قاطی اونا نمی کنم چون این دو کشور رو زیاد من جز منطقی ها نگاه نمی کنم، ولی کشورهای اروپایی و آمریکا مذاکره کنندگان منطقی بودن، بنابراین اونا مثل خودشون فکر میکنن طرف مخالف در واقع منطقیه. تهران در نقش بازی کردن مهارت بسیاری رو پیدا کرده. 15 ساله که این سر و کله زدن های تهران با اروپا و آمریکا سر مسائل اتمی پیش بوده و واقعا نشون داده که میتونه مهارت خوبی داشته باشه و میتونه در واقع اتفاقات رو اونجوری که هست برعکس نشون بده. یعنی در واقع اون حقیقتی که روی زمین هست رو نگاه نکنن و حقیقت خودشون رو نگاه بکنن. برای همین هم میگن ما اقتصاد مقاومتی داریم، اقتصاد ما خراب نیست، ما میتونیم مقاومت بکنیم تو هر زمانی که بخوایم. ولی نکاتی در اینجا هست و اون اینه که امروز اگر آقای بایدن در این وسط گیر کرده که میخواد مسئله موشکی ایران و مسئله دخالت‌های تهران رو در منطقه به وسط بیاره و نگاه میکنن به این تعصب مذهبی و ایدئولوژیکی که در مورد اسرائیل داره از تهران ادامه میشه که ما نابود میکنیم، صاف میکنیم، نمیدونم اینجا رو میزنیم، اونجا رو میزنیم، این مسائل، این تعصب مذهبی و ایدئولوژیکی در مورد نابودی اسرائیل با واقعیت سازگار نیست. شما میدونین، اونهایی که منطقی هستن میدونیم که اسرائیل یک زرادخانه عظیم اتمی داره و سالها تجربه در مورد تهدید از جانب عرب دیدیم. 1948، 1956، 1967، 1973 چه خواستند بکنن و دیدیم که اسرائیل چطور از پس تمام عرب با همه پشتیبانی که از کشورهای دیگه داشتن کردن. بنابراین سیستم دفاعی اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه و قبل از اینکه موشکی از تهران یا هر جای دیگه شلیک بشه در مبدأ اون رو از بین ببره. بنابراین به عبارت دیگه من حرفی که اینجا میخوام بزنم اینه که بدترین زمان برای ایران از نقطه نظر اتمی زمانی که بخواد اون سلاح اتمی رو تکمیل بکنه و اگر بخواد اون سلاح اتمی رو تکمیل بکنه حمله اسرائیل به ایران حتمی خواهد بود. بنابراین من این نتیجه گیری رو میخوام ارائه بدم که هسته‌ای شدن ایران در واقع در فکر این نیست که بمب اتمی رو تولید بکنن، ولی میخوان توان تولید بمب اتمی رو داشته باشن که بتونن زورگویی ها و اشتهای خودشون رو در منطقه پیاده بکنن. به نظر من بهترین راه برای اتمی شدن اینه که خب بی سر و صدا اتمی بشن، نه اینکه هی بیان بگن ما از 3% کردیم 20%، امروز فلز اورانیوم به دست آوردیم، حالا داریم این کارو میکنیم. احتیاجی به اعلام کردن ندارن. اگر واقعا قصد شما قصد تولیده، خب برید درست بکنید. ولی من فکر میکنم که در اینجا قصد اصلی تهران و دخالت هایی که در اروپا داره میشه و این چانه زدن ها که نه خیر ما نمیایم سر مذاکرات و اروپا میگه که شما اجازه بدید که ما بریم جلو، شما کنار بشینه تا ما ایران رو بیاریم توی خط، من فکر میکنم همه اینها آقای بهبهانی در یه جا ختم میشه، اونم به اینه که قدرت مؤثر تهران در گروه های نیابتیه، مسئله که با حوثی ها، حزب الله، حماس و سپاه قدس در سوریه دارن انجام میدن و در واقع در گیر شدن ایران در عراق
مؤثرترین تاکتیک سیاسی بوده که انجام شده. چرا؟ برای اینکه این پشتیبانی، از پشتیبانی مخفیانه از نیروهای غیر ایرانی، داره ایران رو به جایی میرسونه که در واقع کشورهای آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی رو و بقیه کشورها رو در عملیات پنهانی و این نیابتی درگیر کرده که مقابله با این مسئله بسیار بسیار مشکله. قدر مسلم اسرائیل یک مسئله رو کاملا میدونه که قدرت واقعی تهران در بی‌ثبات کردن منطقه و ایجاد کردن بی‌ثباتی در منطقه است. آیا بین این مسئله که بهش اشاره کردم، بی‌ثباتی منطقه، این استراتژی کم خطریه یا داشتن سلاح اتمی؟ بنابراین تهران میدونه که اگر صاحب سلاح اتمی بشه مورد حمله قرار خواهد گرفت. پس چه تاکتیکی رو داره استفاده میکنه؟ این تاکتیک، این استراتژی بی خطر رو. استراتژی بی خطر همین استراتژی که من خدمتتون الان عرض کردم و کشورهای که اشاره کردم که اسرائیل و عربستان سعودی و بقیه رو درگیر این عملیات پنهانی کرده که داره، خب وقتم داره میگذره دیگه. بنابراین آقای پرزیدنت بایدن از این مسئله و خودداری ایران از وارد نشدن در این مذاکرات که اعلام کردن، دو تا هدف دارن. اول آزمایش بایدنه که چقدر به این توافقنامه احتیاج داره. این رو باید مورد تحلیل قرار بدیم. آقای بایدن چقدر به این وارد شدن به بایدن و وارد شدن به برجام و رونوشتش احتیاج دارن. هدف دوم تهران اینه که تهران میخواد که با استفاده از تمایل آمریکا به این توافقنامه‌ای که میخواد احیا بشه، در واقع ضرری برای ایران در اینجا نداره. اما هدف دوم تهران اینه که وقتی آقای بایدن رو مورد آزمایش قرار میده، متوجه باشه که یک جبهه دیگری در خاورمیانه داره تشکیل میشه. این هدف دومشه و جلوگیری از تشکیل این چیزی که من میخوام بگم پیمان ابراهیم تبدیل خواهد شد به پیمان دفاعی منطقه‌ای. ما در دو سال سه سال گذشته بسیار راجع به این مسئله‌ای که مصر و عربستان سعودی و اسرائیل و بقیه کشورها جبهه‌ای رو تشکیل بدن و در واقع ناتوی منطقه‌ای رو تشکیل بدن، اون مسئله نبرده. و از نقطه نظر سیاسی اگر بایدن به وعده خودش عمل بکنه و در واقع بیاد داخل برجام بشه، جز نسخه قدیمی نسخه دیگری رو نمیتونه ارائه بده و تهران احتیاج داره به این فرصت و در واقع از این فرصت داره استفاده میکنه که امتیازات بیشتری رو بگیره، فقط برای یک مسئله که اولویت تهرانه، اولویت اتاق فکری تهران در اینجاست: رفع تحریمات. رفع تحریمات در واقع برای ایران یک مسئله حیاتیه و امروز اگر ما چند ماه پیش در زمان آقای ترامپ دیدیم که فشارهای در واقع زیاد آقای پرزیدنت ترامپ تونست جمهوری اسلامی رو خم بکنه، امروز مسئله عوض شده. اشکالی که امروز وجود داره در اینجا اینه: مشکل آقای بایدن اینه که هنوز شروع به حکومت کردن نکرده و تصمیم گیری سیاسی و راه و روش روشنی نسبت به جمهوری اسلامی نداره. دلیلش هم این آقای بوانی که در چند ماهه اول هر دولتی، این چند ماهه اول ادامه کارزار انتخاباتی و کمپینیه و قولهایی که در دور انتخاباتی خودشون دادن، بنابراین هنوز آقای ترامپ تصمیم، روش و سیاست معینی نسبت به ایران نداره و من بارها تکرار کردم سیاست فقط خطیه که می نویسن ولی اتفاقاتی که در روی زمین می افته اون سیاست رو تعیین میکنه. بنابراین اگر نگاه میکنیم به اینکه تهران داره با دقت مشاهده میکنه آیا آقای بایدن داره از جناح چپ حزب دموکرات سیاستاشو داره پیاده میکنه یا بر اینکه داره از جناح مرکزی میخواد با جناح مرکزی میخواد سیاستشو در مقابل ایران پیاده بکنه، اگر آقای بایدن نتونه جلوی جناح چپ حزب دموکرات بگیره، ساندرز، وارن و چپ افراطی و این مسئله پیاده بکنه، اون جناح چپ حزب دموکرات آقای پرزیدنت بایدن رو به جای خواهند رسوند که با ایران کنار بیاد و همون نقصه که قبلا بوده رو بنویسه بیاد کنار و در واقع همونطوری که اشاره کردم چقدر بایدن نسبت به این ورود به برجام احتیاج داره. من فکر میکنم که صحبت هایی که شد
تعهدات مبارزاتی که آقای بایدن در زمینه حقوق بشر دادن، مخالفت هایی که در واقع ایشون با عربستان سعودی و بقیه میکنه، و من فکر میکنم برگ بنا در دست عربستان سعودیه، برای اینکه زمانی که عربستان سعودی پشتش به دیوار برسه بلافاصله اسرائیل رو به رسمیت میشناسه و پیام میفرسته که آقای بنجامین بفرمایید، خواهش میکنم ریاض، ما میخوام زیر پای شما قالی قرمز بندازیم. و نکته دیگری که در خاتمه میخوام اشاره بکنم اینه که آمریکا برای جلوگیری از بلند پروازی های پنهانی ایران احتیاج به ائتلاف اسرائیل و عربستان و کشورهای سنی خلیج فارس داره، بنابراین نمیتونه یک طرفه وارد این معادله این قرار بگیره بدون اینکه مسئله دخالت ایران در منطقه و مسائل موشکی ایران رو در این در واقع بیاره. تهران هم این مسئله رو قبول نخواهد کرد و چون که میدونن میتونن از این رئیس جمهور ضعیف امتیازاتی رو بگیرن، بنابراین این مسئله به اروپا کشیده شده. چرا به اروپا کشیده شده؟ برای اینکه آقای بایدن میخواد به اروپاییان نشون بده که من ترامپ نیستم. ولی آقای پرزیدنت بایدن نمیخواد استراتژی ترامپ رو کاملا که فشار حداکثری بود کاملا کنار بذاره. و در اینجاست که ایران به این مسئله آگاهی داره، اتاق فکری تهران به این مسئله آگاهی داره و اینها میخوان که این مسئله رو برای آقای بایدن به نحو احسن به نحو بسیار زیادی مشکل بکنن و اشکال بایدن رو به جایی برسونن که اون امتیازاتی رو که میخوان در صدر اول رفع تحریمات انجام بده و گروه های در واقع لابیگری ایران که دیگه نمیخوام اسم ببرم کیا هستن که شما بهتر از من میدونین کیا هستن، دارن سعی خودشون رو میکنن با نفوذی که در داخل حزب دموکرات و در جناح چپ حزب دموکرات دارن آقای بایدن رو متقاعد بکنن که اسرائیل رو کنار بذاره، محمد بن سلمان رو زیر مسائل حقوق بشر له بکنه، سیسی مصر رو له بکنه و در واقع اگر سخنان آقای اردوغان هم بخوایم بکشیم وسط که گفت بیاد آمریکا این تحریمات رو بذاره کنار. ولی نقش اروپا امروز من فکر میکنم که انگلستان با بیرون اومدن از اون مسئله اروپا و آلمان به خاطر اینکه دیگه رئیس جمهور نخست وزیر مثل خانم مرکل نمیخواد درگیر این مسئله بشه، فقط یک نفر مونده، اونم آقای مکرون هست که خودش رو ستاره سیاسی اروپا فکر میکنه هست و میخواد که در واقع تمام تصمیم گیری های برجام رو در اختیار بگیره که به نظر من اینطور نخواهد شد و این مشکلات در چند ماه آینده همینطور ادامه خواهد داشت. حال اگر قدری پول از کره جنوبی، قدری وام از بانک بین المللی و قدری کمک از طرف چین وارد ایران بشه، میتونه در واقع نفس جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه و اجازه بده که مداخلاتشون در منطقه همینطور برپا بمونه. دیدیم حملاتی که به پایگاه‌های آمریکایی کردن، دیدیم چه اتفاقاتی داره میافته، حملاتی که امروز حوثی‌ها دارن در یمن دارن انجام میدن، حملاتی که در واقع به قسمت شمال یمن داره میشه که با مرز عربستان سعودی، چون جنوب یمن رو امارات در دست داره و جنوب یمن هیچ چیزی نیست، ارزشی نداره، تمام ارزش یمن در قسمت شمال و کناره دریای سرخه که بنادر و معادن نفتی هست اونجا. و من فکر میکنم با اتفاقات اخیری که افتاده، من فکر میکنم ایران فشار و حملات خودش رو نسبت به این مسائل بیشتر خواهد کرد. بفرمایید. باز برمیگردم به این موضوع، ولی من مثل شما، من اینکه لفظ شماها رو به کار میبرم چون میبینم عده زیادی اینجوری فکر میکنن که بله الان نشستن و میخوان به ایران، من هیچ دلیلی برای این موضوعات نمیبینم، بلکه اون چیزی رو که دارم میبینم اینه که اینا نمیخوان استیت فیلیر، نمیخوان، میدونه که عواقب بدی در پیش خواهد بود اگر نظام جمهوری اسلامی وارد نمیدونم جنگ بشه، فرام بشه، ایرانی هایی که میتونن از ایران خارج بشن و این سیل پناهنده به اروپا بره، با توجه به تعداد زیاد ایرانی هایی که اونجا در حقیقت جایگزین شدن، خب شرایطو برای اروپایی ها سخت میکنه. من فهم میکنم دلیلش اینه، ولی اصلا حاضر نیستن به ایران به نظر من امکانات بدن که بتونه گستاخی بکنه. میبینین که ایران هر روز داره ضعیفتر میشه. حالا درسته که فرض کنید که میگه به کشتی اسرائیلی حمله کرد، خب ولی میبینیم که اروپا و آمریکا هیچ عکس العملی نشون ندادن، یعنی
ماجرا اینه که اونقدر جدی نبوده که اسرائیلیا بوق زدن، ولی اسرائیلیا خودشون به دمشق حمله کردن، به پایگاه ایرانی ها در دمشق، جایی که فکر میکردن از اونجا این نقشه حمله به کشتی صورت گرفته. من از شما میخوام بپرسم که دلیل، من دلیل خودم رو گفتم ولی دلیل شما رو میخوام بدونم در مورد عدم دخالت اروپا و آمریکا در ماجرای کشتی اسرائیلی رو از زبان شما بشنوم، ببینم شما چجوری این صحنه رو نگاه میکنید. من قبل از اینکه وارد این جواب دادم به این سوال بشم، یه نکته رو میخوام اشاره بکنم آقای بهبهانی، و اونم اینه که از زمان انقلاب 57 در ایران هر دولت آمریکا، هر ادمنستریشن، هر کسی که رئیس جمهور آمریکا شد، اجتناب کردن از رویدادهای نظامی با ایران، یعنی هیچ وقت نخواستن با ایران جنگی رو شروع بکنن، که آخرش هم همین آقای پرزیدنت ترامپ به قول معروف خودمون بود که حتی هواپیمای آمریکایی رو هم که زدن ایشون حتی به ایران حمله نکرد. بنابراین یک سیاست مشخصی به طور کلی در داخل آمریکا نسبت به ایران وجود داره. نکته شما درسته، نمیخوان ایران رو به هم بریزن. من در هر مکان دیگرم که صحبت میکنم راجع به این مسئله میگم که قصد آمریکا قصد عوض کردن رژیم نیست. اینها با این رژیم بسیار بسیار خوشحالن، به خصوص دموکرات ها، به خصوص دموکرات ها بسیار بسیار با این رژیم خوشحال هستن و دوست دارن و پشتیبانی میکنن. کشورهای اروپایی هم آقای بهبهانی هم فکر دولت های دموکرات در آمریکا هستن، و بنابراین عدم دخالت این کشورهای آمریکا نسبت به حمله به این کشتی، از نقطه نظر من این یک کشتی بوده که متعلق به یک شرکت اسرائیلی بوده که هست، و کار این کشتی حمل و نقل اتومبیل از خاور دور به کشورهای عربی و هر جای دیگه که بوده، بنابراین اهمیت آنچنانی نداره. و حمله من فکر میکنم برای نقطه نظر اسرائیل به خاطر اینکه یکی از در واقع منافع اسرائیل بهش حمله شد، خب اسرائیل این مسئله خیلی جدی میگیره، به خصوص مسئله همین که من در صحبت هم عرض کردم که در واقع نابودی اسرائیل با حقیقت سازگار نیست. بنابراین میدونیم که تهدیدهای توخالی تهرانه، و من فکر میکنم اتفاقی که افتاد اینجا که یک مین مغناطیسی بوده، در اول خیال میکردن که موشکهایی از سواحل ایران پرتاب شده بوده یا از کشتی هایی که ایران تحت کنترل داره یا کشتی هایی که در واقع در داخل یمن ایران داره، اینا نبوده و یک یا دو مین مغناطیسی بوده در اونجا که حفره رو در این کشتی ایجاد کرده و موتور این کشتی به هیچ وجه خسارت نیده بود، در دبی توقف کرد و بعد از چند روز تعمیر از قرار معلوم به راه خودش ادامه داده. بنابراین مسئله مهمی نبوده، و اگر سیاست کلی اروپا و آمریکا رو ببینیم، حتی زمانی که نفتکش ها رو زدن، نفتکش ها رو گرفتن، هیچ عکس العمل ما از عکس العمل نظامی از جانب نیروهای نظامی اروپا یا آمریکا ندیدیم. درست ناو فرستادن، درست انگلیس ها ناو فرستادن، فرانسوی ها ناو جنگی فرستادن، آمریکا هم ناو جنگی فرستاد، ولی عکس العمل نظامی انجام نشد. برای همینه که میگم هر دولت آمریکا از زمان انقلاب تا حالا اجتناب کرده که روبروی با ایران در واقع درگیر نظامی بشن. من فکر میکنم که اهمیت این مسئله خیلی کم بوده. اسرائیل اگر این مسئله رو بزرگ میکنه برای اینکه دست ایران رو میخواد باز بکنه، خب اتاق فکری اورشلیم در فکر تلافی هست و میخوان مسئله تلافی رو که میخوان انجام بدن در واقع خارج از ابعاد نباشه که بتونه منطقه رو وارد یک تنش دیگری بکنه. خب اسرائیلی ها گفتن که ما امکان داره که اهداف ایران رو در منطقه بهش حمله بکنیم. همطور که میدونید کشتی اطلاعاتی سپاه پاسداران در یکی از بنادر یمن نشسته و اونها کسایی هستن که دستور اطلاعات و نقشه کشی حملات حوثی ها رو میدن، بدین معنی که این کشتی اطلاعاتی در اونجا
به اینکه به کجا حمله بکنن، برد موشک هایی رو که به اینها دادن، از کجا شلیک بکنن که مثلا فرودگاه که چند هفته پیش عمل انجام شد، حالا حوثی ها میگن که ما یکی از تاسیسات نفتی هم زدیم. بنابراین خب اسرائیل هم میتونه به تلافی بیاد این کشتی رو حالا به یه نحوی بدون که موشکی بزنه، اونها از این مین هایی که رو آب سفر میکنه میره میچسبه به کشتی، خب میتونن استفاده بکنن. بنابراین من فکر میکنم که اتاق فکری تهران امروز با اون تمایلاتی که داره، که من حتی میخوام الان پای حزب الله رو بکشم وسط اینجا بگم که خب به اون مسائلی که در قسمت اول صحبت هم اشاره کردم که گروه های نیابتی که یکی شوسی ها هستن، حزب الله هستن، تنش رو در منطقه جای بالا ببره و اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی رو قدری در اونجا درگیر این مسائل نیابتی بکنه که بتونه به اهداف اصلی خودش برسه. در واقع اهداف اصلی فقط رفع تحریم هاست. بنابراین من فکر میکنم ما در زمان ترامپ حزب الله نمیتونه تکونی بخوره. امکان اینکه درگیری در مرزهای شمالی اسرائیل پیش بیاد هست، این امکان هست و الان درصدش خیلی بالاتره. در عراق هم که خب میبینیم که در واقع تمام کنترل در دست ایرانه و حتی اگه پول نداره به این گروه های اوباش و ارازل بده، دولت عراق داره به همین گروه های اوباش و ارازل اون پولا رو میده. بالاخره از یه جای از پول نفت و اینا برای اینکه اونا رو ساکت نگه داره، چون اونا میتونن دشمن دولت عراق هم بشن، همین هشت شعبی و بقیه. بنابراین اهمیت آنچنانی به این مسئله کشتی نداشته. حالا اگر تمام رو جمع بندی بکنیم، حملات آمریکا رو به ابو کمال نگاه بکنیم، میبینیم که این مسئله برجام و گفتگوی مستقیم به نظر من فعلا صورت نخواهد گرفت، ولی صحبت هایی در اروپا بین ایران، جمهوری اسلامی، اتاق فکری تهران، همه اینها امروز با مقامات اروپایی در حال صحبت، مذاکره و پیدا کردن رای هستند که اون خواست ایران رو شما اگه میخواییم به برجام برگردیم باید برگردیم نقطه صفر. نقطه صفر کجاست آقای بهبهانی؟ در سال 2018 که آقای ترامپ تحریمات رو گذاشته، شما تحریمات رو برداریم ما میاییم اونجا. بنابراین همه یه حوادثی که من فکر میکنم بیشترم خواهد بود، شما اشاره کردین که اسرائیل حمله کرده به سوریه، خب ببینم اصلا ایران در سوریه چیکار داره میکنه؟ اینا اگه پول دارن بیان برن دارو بخرن، بیان برن وضع ملت رو درست بکنن. چه حقی دارن بیان پول به اوباش و ارازل دیگه بدن که بره کشور دیگه حمله بکنه؟ اگه پول هست حقوق اینا رو بدین، خب پول بدین این ملت زشت کشیده ایران که پدرشون رو دارین در میارین. بنابراین من فکر میکنم حمله اسرائیل بسیار بسیار بجاست و در واقع تنها کشوری که میتونه جلوی اشتهای ایران رو در منطقه بگیره اسرائیل، به دلیلی هم که ایران دشمنی میکنه و میخواد اسرائیل رو در واقع اذیت بکنه یا حمله بکنه، اینه که کشورهای عربی قدرت دفاع از خودشون رو ندارند. آقای بهبهانی، این هواپیماهایی که میگن ما میخریم و داریم و نمیدونم اینطوری اونطوری، هیچ کدوم اینا پیش نخواهد اومد. در خاتمه ایران بگم اسرائیل کاملا میدونه که جمهوری اسلامی با از بین بردن ارتش شاهنشاهی هنوز نتونسته اون ارتشی رو که میتونست قدرت پنجم ششم دنیا باشه رو جایگزین بکنه، و این اسرائیل میدونه که ایران ضعف نظامی داره، نمیتونن از کشور از نقطه نظر هوایی در واقع تهدیدهای هوایی رو کنار بزنن. میبینیم که خب بالاخره هر موقع این هواپیماهای اسرائیلی بخوام میان اون دور و برا دور میزنن، هواپیماهای آمریکایی هم همینطور. و امروز به جایی رسیده که تهران هم از ضعف قدرت نظامی خودش پی برده، به خاطر همینه که گروه های نیابتی رو بیشتر میندازن جلو و این سیاست استراتژی داره کار میکنه. به هر حال من فکر میکنم که این مسائل به زودی حل نخواهد شد. بفرمایید. آره، نکته مهمی بود این داستان که کشورهای عربی هواپیما اینا میخرن ولی وقتی میخوان پرواز کنن مجبورن برن از پاکستان خلبان اجاره کنن یا از این ور اون ور اجاره بکنن. و نکته مهم دیگه اینه، این داستان از شما میپرسم که ماجرای عربستان که آقای ترامپ تلاش کرد که مسئله قتل قاشقچی رو پنهان کنه، ولی اینها امروز این رو مطرح میکنن و انگشت اتهام رو به سمت محمد بن سلمان میگیرن. و من آرزو میکنم که محمد بن سلمان در عربستان پیروز بشه. البته این کار زشتی که انجام داده رو
هرگز نمیپذیرم. یعنی واقعا شرم‌آوره که آدم یه روزنامه نگار اینجوری قطع قطع کنه. یعنی اون چیکار میتونست بکنه؟ هرچی بنویسه، کاری نمیتونست بکنه. ولی بنیادی رو که اون گذاشته به نظر من کار درستی. ولی میبینیم وقتی که آمریکا این کار میکنه، عربستان سعودی هم سریع اطلاعاتشو بیرون میده که بله، آمریکا در ماجرای مرسی و انتخاب شدن مرسی در مصر خیلی تلاش کرد و اصلا باعث پیروزی مرسی در مصر آمریکا بود. این جنگ عربستان و آمریکا رو چجوری میتونی تحلیل کنی شما؟ چجوری میبینی واقعا؟ امروز آقای بهبهانی، من میدونم هر دفعه این سوال پیش میاد برمیگردم 1978-9 سال 56-57 در ایران. به نظر من اون اژدهای دو سری که در ایران و افغانستان زاده شد بیرون اومدن، چون یک اژدهای دو سر در ایران به عنوان اسلامی های افراطی شیعه و در اون طرف در افغانستان به عنوان اسلامی های افراطی سنی، اون چیزی بود که در واقع بعد از اون ما دیدیم که اختلاف بین این دو گروه، که خب 1400 سال اینا اختلاف این مسئله رو دارن. من فکر میکنم که بهار عربی و اتهاماتی که آقای محمد بن سلمان دارن میزنن کاملا درسته. من فکر میکنم اگر کودتایی که آقای السیسی کردن در مصر، اگر به خاطر دخالت های اسرائیل و شخص بنجامین نتانیاهو نبود، امروز آقای السیسی در سر کار نبود. جنگ آمریکا و عربستان به این دلیله که آمریکا دیگر اهمیتی برای عربستان سعودی از نقطه نظر انرژی و محل تولید انرژی نداره و عربستان سعودی به نظر آمریکا که خب میبینید که خود آقای پرزیدنت بایدن هم گفتن این مسئله رو که اینها اصلا ارزشی ندارن و آقای پرزیدنت اوباما هم گفتن که اینها یه مش شیخ نشین هستن که بدون پشتیبانی آمریکا هیچ چیز رو ندارن. کاملا درسته این مسئله، اصلا مخالفتی ندارن. ما دیگه تاریخ پیدایش عربستان سعودی رو میدونیم. من فکر میکنم آقای بهبهانی، همونطوری که بعد از پایان امپراتوری عثمانی کلید حرمین رو از دست عثمانی ها گرفتن و تحویل این قبایل عرب دادن و کشور عربستان رو درست کردن، امپراتوری بریتانیا، که امروز بعد از 100 سال من فکر میکنم که آمریکا به این نتیجه گیری رسیده که دیگه عربستان سعودی جایی نداره در فرمول سیاسی آینده خاورمیانه و من فکر میکنم که زمان اون رسیده که در واقع شاید کلید حرمین رو به دست دیگری بسپارن، یا اینکه عربستان سعودی 180 درجه تغییر بده. خب تغییر رو شما گفتید، تغییر رو شما بهش اشاره کردید و اون تغییر اینه که آقای محمد بن سلمان میدونه که با این سیستم سلفی ها و با این سیستم یارگیری که بین این در واقع شاهزاده های عرب هست نمیتونه دیگه در اونجا دخالت زندگی بکنه. بنابراین آمریکا تغییر رو خواست، ولی نه تغییری که آقای بن سلمان میخواست بده. آمریکا خواست با شروع بهار عربی، که من فکر میکنم بهار عربی جرقه بود که از تونس شروع شد و من ایمان کامل دارم و در واقع دستگاه های اطلاعاتی آمریکا پریدن روی این مسئله و اونطوری که میخواستن این رو دایرکت کردن، این رو در واقع به اون جایی که میخواستن برسونن. در سوریه به شکست خوردن، چون عربستان سعودی متوجه این مسئله شده بود که از کجا داره میاد و عربستان سعودی با تمام در واقع قدرت و تصمیم گیری که داشتن با کمک اسرائیل تونستن بهار عربی رو در سوریه خفه بکنن. امروز بهار عربی و در اون زمان وقتی بهار عربی در مصر رسید، عربستان به یک مسئله کاملا واقف بود. اگر مصر سقوط بکنه، مصر 80-90 میلیونی دیگه قدرتی نخواهد بود که بتونه در مقابل گروه های اخوان المسلمین در واقع بیسته.
بنابراین میدونیم که عربستان کمک زیادی کرد از طرف ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمان، کمک های زیادی به السیسی کردن در زمانی که آمریکا حاضر نبود به اینا اسلحه بده. حتی محرمان قدر اسرائیلی ها اسلحه و مهمات برای ارتش مصر که بسیار احتیاج داشت گرفتن. ولی امروز شمشیر آمریکا از رو بسته شده برای دو مسئله. یک، به آقای السیسی میگن 5000 نفر یا 4500 نفر مخالفین رو از زندان آزاد میکنی، اینا همه اعضای خانم خزینه هستن، و به عربستان هم داره پیام میده. ولی آیا فقط دلیل آمریکا به خاطر اینکه دیگه احتیاجی به عربستان نداره، کم اهمیت شدن منطقه است؟ من فکر میکنم که یک مقدار عقاید و ایدئولوژی که حزب چپ دموکرات، جناح چپ حزب دموکرات در سیاست های بایدن تأثیر گذاشته و من فکر میکنم که اینها فقط برای راضی کردن جناح چپ حزب دموکرات که بتونه سندرز ها و وارنز ها و بقیه رو ساکت بکنه. من در آخر سر باز هم مجددا تکرار میکنم، کشورهایی که سیستم دموکراسی رو ندارن و رژیم بعدی میتونه بیاد همه چیز رو عوض بکنه، اتفاقی در ایران افتاد، قانون اساسی رو عوض کردن، همه چیز عوض شد. ولی در آمریکا در ششم ژانویه 2021 اتفاقی افتاد که نتونست پایه‌های یک دموکراسی درست رو برنجونه. بنابراین این مسئله الان برای وارد کردنش در خاورمیانه و دموکراسی و اون حقوق بشری که مجددا آقای بایدن، حقوق بشر برای عربستان سعودی هست اما در ایران اجرا نمیشه، فقط برای عربستان سعودیه، فقط برای مصره. پس برای ایران چی؟ پس برای این همه جوانی که اینا دارن میکشن و دار میزنن از این ورن، برای اونا چی؟ چرا راجع به اونا صحبت نمیکنین؟ ولی اگر اومدن آقای پرزیدنت بایدن گفتن که بنده میخوام مسائل حقوق بشر رو در ایران هم اجرا بکنم، اون وقت من میتونم از سیاست های ایشون در مقابل عربستان دفاع بکنم. متاسفانه عربستان اهمیت خودش رو از دست داده و در اونجا دیگه، در اون قدرتی که در دهه 70 و نمیدونم تحریم 1973 نفتی آمریکا برای آمریکا بسیار بسیار گران تمام شد و اینها متوجه شدن که در زمانی باید در واقع این انتقام رو بگیرن. این رو شما به حساب انتقام دهه 60 و 70 و 80 بذارید که آمریکایی ها قدری اقتصادشون خرابتر شد، قدری مردمان و شهروندان آمریکا تو صف نیستن مثل بقیه دنیا که نوبت بگیرن. ولی من فکر میکنم که قسمتی از این سیاست جنگ نیست و به کرسی نشاندن اسرائیل به عنوان قدرت اول خاورمیانه و مقابله با کشورهای دیگره. محمد بن سلمان آقای بهبهانی آدم احمقی نیست، بسیار 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 باهوشه. توجه بفرمایید که امروز دولت آقای بایدن آقای محمد بن سلمان رو نماینده عربستان سعودی نمیشناسه و تمام مکالمات با بن سلمان یعنی ملک سلمان بوده، با پسرش نبوده. ولی آمریکایی‌ها فراموش میکنن که ایشون وزیر دفاع عربستان سعودی و و پست‌های دیگری هم داره. بنابراین من برای باورم که این سیاست آقای بایدن سیاست کاملا اشتباهیه و هنوز سیاست روشنی نیست و در چند ماه آینده همونطور که گفتم وقتی این مسائل قول‌های انتخاباتی به کنار رفت، آقای بایدن و دولت آقای بایدن متوجه حقیقت‌ها روی زمین خواهند شد، حقیقت‌هایی که داره اتفاق می‌افته و بنابراین سیاست خودشون رو تنظیم خواهند کرد. در خاتمه اینا بگم خانم ساکی که نماینده کاخ سفید، سخنگوی کاخ سفید هستن، به طور علنی گفتن که آمریکا داره سیاست‌هاشو در مقابل عربستان مورد تجدید نظر قرار میده. اجازه بدین ببینیم در هفته آینده این تجدید نظر چه خواهد بود. حرف آقای بهبهانی فقط حرفه، باید تجدید نظر سیاسی، جلوگیری از فروش اسلحه تجدید نظر سیاسی نیست. عربستان میتونه از همه جا اسلحه رو بخره. بنابراین باید دید که سیاست آمریکا در واقع تعیین کننده چه مسئله ایه. تا به امروز ما سیاستی از تغییر سیاست آمریکا رو ندیدیم جز سخنانی که میخوان تهران رو نشون بدن که ما با شما هستیم و با عربستان نیستیم. بفرمایید. بله، من متوجه یه نکته نشدم در مورد بهار عربی، چون من میدونم که داعش بعد به وجود اومد و ماجرای داعش و ایران وارد سوریه شد و همون موقع در ماجرای بهار عربی شهر درعا مردم اعتراض کردند و این بشار اسد داشت عقب میشست
مادرش به زبان آمد، گفت پسر جان پدر تو در این شهر 20,000 نفر رو کشت و پیروز شد، تو هم نترس بکش و پیروز میشی. و جمهوری اسلامی به دادش رسید و بعد ماجرای داعش به وجود اومد، بعد ائتلاف آمریکا و اینها. ولی من دیدم شما اشاره میکنی به کمک عربستان و اسرائیل در بهار عربی به بشار اسد، میشه ذره توضیح بدی راجع به این؟ چون اسرائیل میتونست در زمانی که جنگ داخلی سوریه، یعنی شما حالا میگید که داعش، من میگم داعش و جنگ داخلی سوریه، جنگ داخلی سوریه شروع شد، همونطوری که عربستان گروه های رو از نقطه نظر تسلیحاتی و مالی پشتیبانی میکرد، اسرائیل هم گروه های رو در داخل سوریه پشتیبانی تسلیحاتی و مالی میکرد. همینطور هم دولت آمریکا. امروز در واقع خبرهایی که دیکلاسیفای شده که از نقطه نظر امنیتی اهمیت نداره، نشون میده که CIA نتونست گروهایی رو که میخواست در داخل سوریه به اون نحوی که میخواستن تعلیم بدن. البته CIA در اون زمان این گروه ها رو از سوریه می آورد، اون اشخاص رو در پایگاه هایی که در امارات و در قطر داشتن تعلیمات نظامی میدادن و برمیگردوندن به سوریه. در واقع زمانی که من برمیگردم میگم برگ برنده در دست عربستان کم اهمیت یا بی اهمیت از نقطه نظر آمریکا، بدین جهته که امروز عربستان متوجه یک مسئله شده که در واقع دو دشمن داره. اول وهابی ها و سلفی ها در داخل کشور خودش و حوثی ها و ایران، ولی دومین دشمن سیاست های نادرست بعضی از رؤسای جمهوری آمریکا است. پس بنابراین عربستان باید هم از نقطه نظر داخل بجنگه، هم از نقطه نظر خارج. اسرائیل هم همینطور. آقای بیگانی، اسرائیل هم به همین نحو اون مسئله رو متوجه شدن که آمریکا در این حال که تقریبا سر 4 بیلیون دلار به اسرائیل کمک نظامی میکنه، میتونه سیاست‌های نادرستی رو داشته باشه که برخلاف سیاست‌های اسرائیل باشه. کمک هایی که عربستان و اسرائیل به نیروهای داخل سوریه رساندن، در واقع جلوی پیروزی کامل بشار اسد رو گرفت و پیروزی کامل نیروهای در واقع نیابتی که ایران داشت نشون میداد. ولی در اینجا موازنه قدری عوض شد در 2015 و دخالت نظامی روسیه و آقای پوتین که در واقع میخواست اونجا رو به عنوان یک شوروم، به عنوان یک شوکیس از نیروی نظامی روسیه داشته باشه، هواپیماها و قدرت نظامی روشون بده، قدری موازنه رو عوض کرد. آمریکا در فکر این، یعنی عربستان و اسرائیل، این معادله رو ندیده بودن، این قصه رو ندیده بودن که روس ها ممکنه دخالت بکنن. دخالت ایران رو دیده بودن و اگر دخالت روس ها نبود، به هیچ وجه نیروهای نیابتی ایران، حالا هر کسایی که هستن، نمیتونستن پیروز بشن. این در واقع دخالت روس ها بود که معادله رو عوض کرد. دخالت هوایی روسیه و شخص پوتین بود که تونست در اونجا در واقع برگرده، اون هم به خاطر اینکه اونها دنبال برنامه ها و قراردادها و صاحب شدن بندر لازقیه بودن. بنابراین عامل روسیه رو شما دست کم نگیرین، اونها بودن که به ایران جان رو پردادن و اونها بودن که باعث شکست نیروهایی بودن که عربستان پشتیبانی میکرد. و باز در این وسط به نظر من اسرائیل خیلی هوشیانه عمل کرد، اومدن و در واقع کوبیدند، نابود کردند مقاصد سپاه قدس رو در اونجا. و در واقع زمانی هم که حتی هواپیمای روسی توسط اون مشکای اون اوباش و ارازل که خودشون نظامی میگن زدن، باز هم اسرائیلی ها تونستن به حملات خودشون در داخل سوریه ادامه بدن. و امروز سخن اول در داخل سوریه در دست روس هاست و همونطوری که میدونین در دو ماه گذشته صحبت هایی و مذاکرات مستقیمی بین مقامات سوریه، روسیه و اسرائیل در داخل سوریه انجام شده و به قول آمریکایی‌ها there are certain understandings، یعنی که یک مقداری برداشت‌هایی شده که اسرائیل دنبال این نیست که اسد رو از کار کنار ببره. و اسرائیل بارها این مسئله رو گفت که ما دنبال این نیستیم که اسد کنار بره، و در واقع اسرائیل پشتیبانی کرده از اسد، برای اینکه کشورهای عربی آمادگی اون تغییرات سیاسی دموکراسی رو ندارن.
متاسفانه در خاتمه این رو بگم، جمعیت 23 میلیونی سوریه امروز تبدیل به 10 میلیون شده. آواره های در تمام اروپا، ترکیه و بقیه دنیا هستند و امروز با این آواره شدن و این جمعیت، در واقع تخمین و تحلیل دستگاه های اطلاعاتی دنیا بر اینه که ایران میخواد سوریه رو تبدیل بکنه به یک کشور کاملا سنی، نه علوی، یعنی سنی علوی، ببخشید شیعه علوی بشن اینها. بنابراین همون کاری که در جنوب لبنان کردن و جنوب لبنان رو تبدیل کردن به یک منطقه کاملا شیعه نشین، اون قسمتی از برنامه بزرگ ایرانه که بخواد حکومت شیعه، حکومت در واقع خلافت شیعه رو مجدداً در داخل سوریه و در اون منطقه پیاده بکنه و بتونه در واقع اون قدرت سنی اعراب رو بشکنه. و در اینجاست که من اول صحبت هم گفتم که شاید نوبت این رسیده که کلید حرمین رو، مکه و مدینه رو دست گروه دیگری غیر از عربستان سعودی بدن. بفهمید که امیدواریم این اتفاق نیفته و در حقیقت این... بله، من کلمه شاید رو گذاشتم اونجا، گفتم شاید بن سلمان موفق بشه، چون پیروزی او شکست جمهوری اسلامیه، پیروزی او شکست طالبان و غیره است، پیروزی او شکست همه این مصائبی است که در منطقه می‌گذرد. کاملا. به هر حال ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوارت، آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما. با سپاس و بدرود. تشکر. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم این صحبت ها نیز راه گشا بشه و ما به عنوان مردم ایران باید تصمیم بگیریم خودمون رو از این مهلکه نجات بدیم. هیچ کس در فکر ما نخواهد. ممنون از این که دنبال کردی. سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید، اپلیکیشن رو دانلود کنید، کمک میکنه. شبکه های اجتماعی رو مشترک بشید، سابسکرایب یا مشترک شدن کار خوبیه و به حال لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. حمایت مالی رو هم فراموش نکنید. ممنون.